ریاست محترم بنیاد فمینیستی اما، اعضا و حضار گرامی، درودهای مرا از ایران پذیرا باشید، کشوری که بیش از یک سال از جنبش زن زندگی آزادی در آن جریان دارد، جنبشی که تمام نشده است. الان که در حال ارسال این پیام برای شما هستم، روزهاست از بیهوشی آرمیتا، دختر نوجوان 16 ساله ایرانی می گذرد. او را به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری مورد خشونت فیزیکی قرار دادند. زیرا بسیاری از حکومت‌ها در خاورمیانه حقوق زنان را به بخشی از استبداد حکومتی تبدیل کرده‌اند. آنچنان که طالبان در افغانستان به محض در دست گرفتن قدرت از تحصیل زنان جلوگیری به عمل آورد. در عربستان سالها حق رانندگی از زنان سلب شد و در ایران حکومت پس از انقلاب اعمال قدرت خود را با حجاب اجباری آغاز کرد. اینها همه اشکال یک نوع حکومت است. استبدادی مبتنی بر تبعیض جنسیتی. استبدادی که در آن بدن زنان مورد بحث و مجادله قرار می گیرد. پس برای برقراری دموکراسی در چنین جامعه ای باید از مفهومی آغاز کنیم که استبداد از آن متولد شده است. از آزادی بدنها و آزادی تنها. بیش از 40 دهه است زنان ایران با استبداد بر تنهایشان مواجهند. جریانی که با ماهیت حجاب اجباری از 44 سال پیش آغاز شد و در کتاب خیزش زنان در اسفند 57 تولدی دیگر که توسط خانم آلیس شوارتزر و تیمی که در آن روزهای پر التهاب به ایران آمده بودند با روشنی و شفافیت بیان شده است. این جریان تا امروز ادامه داشته است. پس برای برقراری دموکراسی در چنین جامعه ای مجبوریم از مفهومی آغاز کنیم که استبداد از آن متولد شده است، از حقوق زنان. در پایان می خواهم نگرانی خود را از جنگی که بر خاورمیانه سایه انداخته است اعلام کنم. گروگانگیری غیر نظامیان و افرادگری هایی که به جنگ دامن می زند و جان غیر نظامیان برایشان ارزشی ندارد، حمله به بیمارستان ها و اماکنی که غیر نظامیان در آن پناه می گیرند با هیچ منطقی پذیرفته نیست. از طرف هر گروهی که باشد، ساکنان این منطقه خواهان هیچ نوع جنگی به نام قومیت، مذهب یا هر عنوان دیگری نیستند. در پایان جایزه خود را به آرمیتا گراون و مادرش تقدیم میکنم. بادا که سلامتی به جان شجاع آرمیتا بازگردد. زن، زندگی، آزادی. نسرین ستوده، 13 نوامبر 2023.